زخمی را انتقال بتن. نباید کسی چیزی را بفهمه. رئیس آن روزم در قید اسکندر هستن ماماتی. میخواییم با رئیس استخبارات ملاقات کنم. به ما چنین دستور داده نشده جناب. داده شده، من خبر دارم. دروازه را باز کنم. جناب شما حتما اشتباه کردین، لطفا از اینجا برید. آخو لطفا موترتان را گوشه کنید. بچه بی بی دروازه را باز کنید. بفرمایید کدام مشکل هست آقا؟
اسناد سلاح های استوی کجاست؟ آقاتون جای دکتر چی گفت؟ اورهان جان عملیاتش بسیار مشکل بود اما زنده میمونه انشالله. به یاد دارین آقاتون جای یک بار من بسیار خطرناک زخمی شده بودم؟ کدامشه به یاد بگیرم؟ کدامشه اورهان جان؟ نام خدا شفا خانه ما هیچ بیکار نیست، از بیرون کدام مریض نمیه. تمامش افراد خودم از اورهان. ما معاش مفت میگیریم. چی میکنی آقا اسنو؟ سوره فاتحه را خواندم آقاتون. چرا خواندی آقا اسنو؟ جایت خونه مرده که سوره فاتحه را خواندی. آقا تنها شرط خواندن سوره فاتحه خود سر جنازه نیست. گناهت نیست دوستم. سوره فاتحه میخونی، سوره یاسین میخونی، اگه دلت شد ختم قرآن هم میکنی، حالا دیگه رسی که دیگه هر چیز خونده میتونی. آقاتون چای گلندام خانم یک بیادر داره، میشه که او را به حیث یک پرستار استخدام کنین؟ همیال بایدی گپ هم ازدی آقا اسنو؟ آقا پس چه وقت مناسب خواهد بود؟ هر روز کار داریم، هر روز حادثه میشه. اسکندر چه وقت از بین میره؟ بسیار سر ما ظلم کرد، حالا میخوایه که خانواده رئیسم تباه بسازه؟ بگو مختویله، اسکندر فیلن ده کجاست؟ نمیفهم. گفتم بگو احمق. نمیفهمم. بابا ممدو آمده. سلام علیکم. علیکم السلام، خوش آمدی. خوش باشی بابا جان. پولاد علمدار کجاست؟ کدام خبر نو از بابا ممدو؟ بله بابا جان، خبر نو است. یکی از افراد سازمانه از نشانیش پیدا کردن. خوارزاده ایم گفت که تنها او نشانی اسکندر را میفهمه. او آدم فعلا کجاست بابا ممدو؟ بیادر به خیالم تایر پنچر شد. امکان داره. بله عبدالحی. رئیس تایر محترمم پنچر شد. درست است عبدالحی. منتظر باشین من میرم. اوه
چی میکنی احمق؟ داره چی بیادر؟ این سگ دیوانه است. بانش کم تو لط خورده بره. خودت سگ دیوانه هستی. چی میکنی؟ چی میکنی ماماتی؟ یک سگ دیوانه رو یافتیم. لطش میکنم رئیس. بیا دیگه ماماتی بیا. برو بخیر دیگه. بیا بیا به شرف پست. چرا نان نمیخورین؟ تو متوجه نیستی؟ هیچ متوجه نیستی؟ من فکر میکنم یک مادر مهربان نیستی. پولاد از همین خاطر میخوای که از تو بر همیشه جدا شوه. اگه تو یک پدر خوب میبودی آلا دختره تمرید می بود. شوهر تو دختر مرا کشت. تو شوهر ما مشناسی؟ شوهر ما حتی به یک مرچام آزار رسانده نمیتونه چی برسه به یکی یک دختر مسوم بیگناه را بنا حق بکشه. وایره تو هم میفهمی اما تو نیست؟ پس هر کاری که میکنی بکو. شوهرم تو را زنده نمیمانه. شوهر تو مرا میکشه؟ بیبی شوهر تو در گردن من ریسمان مسته کده بود اما حال زنده استم. قبول که شوهرت یک آدم بی غیرت است. ما شما را من حیث یک شخص خوب با تربیه میشناختم اسکندر، اما تصور نمی کردم که قسم یک شخص باشی. خانم محترم، ما همیشه چهره واقعی خود به شما نشان دادیم. از او خاطر امرای دختر شما خوب رویه میکنم. اگر ما میفهم که امرای آدم بی تربیه چی قسم رویه کنم، فهمیدین؟ هر قدر که میخوایی گپ بزن. شوهرم بالاخره شم زندگی تا خاموش میسازم. در جایت بشی. اگر چی خواهد شد؟ مرا از بین میبری؟ ما میخوایم که نواسیتان با محبت مادر کلان خود کلان شود، اما دختر شما به خاطر تغییر دادن تصمیم من از هیچ کاری دریغ نمیکنه. شما میخواین در گردن دخترم ریسمان انداخته تصمیم خود عملی کنین؟ ما فکر میکردم که داماد شما خانم و دختر خود بسیار دوست داره، اما نه، متاسفانه ای تو نبود. از این خاطر ما در گردن دختر شما ریسمان دار انداختم. پیش دخترتان برین. بزرگان از دلی مردم دوستی را از بین بردند، اما مرا اسکندر کبیر میگند. بفرمایین دوستیه چی است؟ ارقام انواع سلاح های هستوی که در ترکیه جاسازی کردن. شما را به سلاح‌های ما چی؟ در این منطقه ما نمی‌خواهیم که هیچ کشوری دیگه بجز از ما سلاح هستوی داشته باشه.
پس در صورت سلاحایتون از ایران بخواین. اینا از ماستن. شما حق تشبس به سلاحای ما را ندارین. از شماست یا از بزرگان؟ مجمع بزرگان فقط یک جزیره خیالی است. ترک ها بعض اوقات به خاطر قوت بخشیدن به روحی خود این قسم خیالات ها میبینن و بالاش باور میکنن که این باورشان بی‌معنی است. پس وجود پولاد علمدار یک خیال است؟ نه، او حقیقت است. وقتی او حقیقت باشه چطور میتونه که بدون حمایت بزرگان به این همه موفقیت ها نائل شوه؟ من نفهمیدم که مسئله پولاد علمدار با موضوع سلاح عصبی ما چی ربط داره؟ جناب فیلر، من اینجا آمدم تا درباره نظر خود به شما بگویم. ما در ایران، در ترکیه و در هر گوشه این منطقه بجز از شما و حکومت شما دیگه هیچ کسی را قبول نداریم که این سلاح را در اختیار داشته باشد، چون این وضعیت تحمل کده نمیتونه. شما چرا همیشه فکر میکنین که تمام دنیا به دنبال از بین بردن شماست؟ وقت شما در مورد سلاح‌های عصبی قدر حساسیت داشتین، پس چرا به گلادیوی سابق نگفتین؟ زمانی که اونا به شما تمام معلومات در مورد سلاح‌های عصبی داده بودن، پس چرا خواستین تصمیم بگیرین که سلاح‌های ما را دزدی کنین؟ ما از اونا تنها معلومات درباره سلاح‌های مخفی خواسته بودیم، نه این معلومات. یعنی هیچ بحثی درباره سلاح‌های عصبی صورت نگرفته. شما راحت باشین. تا وقتی که مدعی کشور هستم، هیچ قدرت بالای اسرائیل حمله کردن نمیتونه. اگه اسرائیل نباشه مطمئن باش که از طریق کس دیگه نه، بلکه خودم این کار انجام میتونم. بخون. بیبی که عثمانی ها چی قسم شکست خوردن؟ کار را که شما نتانستین ما او را انجام دادیم. خانم و دخترم کجا هستن میفهمی؟ گفتم میفهمی؟
اون سال اوضاع چطور است؟ بسیار خراب است آقا. داخل اتاق شده تانیسی یا نه؟ بله تانستم. میخوایی ایره بگویی که اسرائیلی ها از تو پیشتر داخل شدن؟ اسرائیلی ها؟ ما تو فکر نمی کنم آقا. چرا؟ چون از مکه در پولاد علمدار پیش داخل شده بود. صدق الله العظيم. کدام خبر خوش آوردی بچه‌م؟ نه عمر پدر، میبینم که مولایم چی میکنه. هر چی کنه به خیر ما میکنه. پدر، کسی به شما چیزی نگفته؟ مثلا چی را بچه؟ تشویش نکنین، راحت باشین. نواسه و عروستان پیدا میشه. اسکندر بیشرف میمیره. از این به بعد هیچ کس ما را اذیت کرده نمیتونه پدر. بچه تان و نواسه تان به خیر یک زندگی خوش و خندان خواد داشتن پدر. نه بچه. پس چطوری قدر راحت شیشتین عمر پدر؟ همراه شما اگر نمی بودم حال از غم زیاد از بین می رفتم. اما چند دقیقه پیش برات نگفتم بچه؟ وقتی خدا باشه غم نیست. خدا خواهست، غم زیاد هم هست، درد هم هست، مشکلات هم هست. اگر بگین که نیست، درد ما خو کم نمیشه. از برای خدا، ما هم بچه تو نستم. همراه ما مثل بیگانه گب نزنین پدر. بچه اگه اسکندر پیش ما باشه، ما میفهمم که همراهش چه کنم. اما چیزی از دست من نمی آید. بیازو، ماواری وطن دوستا زیاد است. پس وظیفه ما دعا کردن به اوناست. وقت شما قدر راحت هستین، من چرا بودن نمیتونم؟ بچه، یک روز یک نفر، مثل تو یک بچه پیشه، یک خالکوب رفت. به خالکوب گفت، در تخت پشتم یک شعر بسیار مقبول و خطرناک خالکوبی کو که هر بیننده از شعر بودن ما خوب آگاه شوه. خالکوب گفت درست است. همه که خالکوب شروع به سوزن زدن کرد، نفر یک بار فریاد کشید. نفر پرسید بسیار درد داره، کدام قسمت شعره خالکوبی میکنی؟ خالکوب گفت که دوم شعر است. نفر برش گفت شعره میخوایم بدون دوم خالکوبی کنی. وقتی دوباره خالکوب به کار شروع کرد، نفر بازم فریاد کشید. گفتی کجاش است؟ گفت گوشایش است. نفر گفت شعر بدون گوش خالکوبی کو، چون بسیار درد میکنه. وقتی خالکوب وقتی دوباره به کار شروع کرد، او آدم بازم فریاد زد. گفتی کجایش است؟ بسیار درد داره. خالکوب گفت پایایش است. آدم گفت بیادر میخوایم که شعر ما به پای باشه، نفهمیدی؟ خالکوب گفت هم میخوایی که در پشت چر خالکوبی شوه، هم فریاد میزنی؟ بچه‌م کسی که میخوای شعر باشه نباید فریاد بزنه. اگه شعر هستی باید شعر واری باشی، باید به خود جسارت ببخشی. تو مبارزه خودکو، نتیجه هرچی که شد دو رضایت خداوند است. ابرو خانم میریم. ما کجا میریم؟ از اینجا باید برم خانم. Mm-hmm.
شما نه. مامام رای دخترم میرم. ابرو خانم ابابر. ابرو مادر تشویش نکنین. ما دخترم را نمیمونه ببرین. دخترم را کجا میبرین؟ چی باشه دختر ما بگیرین؟ دختر ما نکشین. چی باشه دختر ما نکشین؟ همی که پولاد علمدار نزدیک موتر شد، باز شما وقت موتر انفجار بدین. هیچ اشتباه نکنین فامیدین. نجات میده.
صبر کن. حال می احمق لهوده. شرف پر نکنه. مرا از کرواره بکشه. گپ من میشنوی یا نپولا دلم دار. فکر میکنی بعد از کشتن ما فیلر تور زنده میمانه؟ چقدر دوستایی که کشتم؟ هیچ بیاد داری که چقدر در حق تو ظلم کردم؟ مرا یک قسم نکش اگه میکوشی از کرواره بکش. آه
پیش پدرش ببرین لطفا.